دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرد که شبکه های مسلح وابسته به گروه های سنی تند روی داعش و القاعده حملات خود علیه غیر نظامیان در بورکینافاسو را تشدید کردند. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد به کشتار حداقل 128 غیر نظامی در هفت حمله مختلف از ماه فوریه 2024 اشاره دارد که نقض قوانین بشردوستانه بین المللی محسوب می شود. در این گزارش آمده است که این گروه ها مردم روستاها، آوارگان و عبادت کنندگان مسیحی را به طور بیرحمانهی قتل عام کردند. به گفته ایلاریا الگرزی، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر خشونت های این دو گروه سنی تند رو که به شدت نگران کننده است در این کشور افزایش یافته است. از سال 2016 بورکینافاسو با شورش های مسلحانه شبکه های وابسته به گروه های سنی تندروی داعش و القاعده که از کشور همسایه مالی وارد این کشور شدن دست و پنجه نرم کنند. دولت نظامی بورکینافاسو به رهبری ابراهیم تراوره هزاران نیروی داوطلب را برای مقابله با این گروه ها به خدمت گرفته است.